جز ترسان و لرزان در آن مسجدها درآیند. در این دنیا ایشان را خاری و در آخرت عذابی بزرگ است. و مشرق و مغرب از آن خداست، پس به هر سو رو کنید آنجا روی به خداست. آری خدا گشایشگر داناست. و گفتند خداوند فرزندی برای خود اختیار کرده است، او منزه است، بلکه هر چه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و همه فرمان پذیر اویند. او پدید آورنده آسمان ها و زمین است و چون به کاری اراده فرماید فقط میگوید موجود باش، پس فوراً موجود می شود. افراد نادان گفتند چرا خدا با ما سخن نمی گوید یا برای ما معجزه‌ای نمی آید؟ کسانی که پیش از اینان بودند نیز مثل همین گفته ایشان را می گفتند. دلها و افکارشان به هم می ماند. ما نشانهای خود را برای گروهی که یقین دارند نیک روشن گردانیده ایم. ما تو را به حق فرستادیم تا بشارتگر و بیم دهنده باشی، ولی درباره دوزخیان از تو پرسشی نخواهد شد. و هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضی نمی شوند مگر آن که از کیش آنان پیروی کنی. بگو در حقیقت تنها هدایت خداست که هدایت واقعی است، و چنانچه پس از آن علمی که تو را حاصل شد باز از هوسهای آنان پیروی کنی، در برابر خدا سرور و یاوری نخواهی داشت. کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم و آن را چنان که باید می خوانند ایشانند که بدان ایمان دارند، ولی کسانی که بدان کفر ورزند همانانند که زیانکارانند. ای فرزندان اسرائیل، نعمتم را که بر شما ارزانی داشتم و این که شما را بر جهانیان برتری دادم یاد کنید و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی از عذاب خدا را از کسی دفع نمی کند و نه بدل و بلاگردانی از وی پذیرفته شود و نه او را میانجیگری سودمند افتد و نه یاری شوند. و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و وی آن همه را به انجام رسانید، خدا به او فرمود من تو را پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم پرسید از دودمانم چطور؟ فرمود پیمان من به بیدادگران نمی رسد. و چون خانه کعبه را برای مردم محل اجتماع و جای امنی قرار دادیم و فرمودیم در مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود اختیار کنید، و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجود کنندگان پاکیزه کنید. و چون ابراهیم گفت پروردگارا این سرزمین را شهری امن گردان و مردمش را هر کس از آنان که به خدا و روز بازپسین ایمان بیاورد از فرآورده‌ها روزی بخش، فرمود ولی هر کس کفر ببرزد اندکی برخوردارش می کنم، سپس او را با خاری به سوی عذاب آتش دوزخ می کشانم و چه بد سرانجامی است. و هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه کعبه را بالا می بردند می گفتند ای پروردگار ما، از ما بپذیر که در حقیقت تو شنوای دانایی.
پروردگارا ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از نسل ما امتی فرمان بردار خود پدیدار و آداب دینی ما را به ما نشان ده و بر ما ببخشای که تویی توبه پذیر مهربان. پروردگارا در میان آنان فرستاده ای از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزشان کند، زیرا که تو خود شکست ناپذیر حکیمی. و چه کسی جز آن که به سبک مغزی گراید از آیین ابراهیم روی برمیتابد؟ و ما او را در این دنیا برگزیدیم و البته در آخرت نیز از شایستگان خواهد بود. هنگامی که پروردگارش به او فرمود تسلیم شو، گفت به پروردگار جهانیان تسلیم شدم. و ابراهیم و یعقوب پسران خود را به همان آیین سفارش کردند و هر دو در وصیتشان چنین گفتند: ای پسران من، خداوند برای شما این دین را برگزید، پس البته نباید جز مسلمان بمیرید. آیا وقتی که یعقوب را مرگ فرا رسید حاضر بودید؟ هنگامی که به پسران خود گفت پس از من چرا خواهید پرستید؟ گفتند معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق معبودی یگانه را می پرستیم و در برابر او تسلیم هستیم. آن جماعت را روزگار به سر آمد، دستاورد آنان برای آنان و دستاورد شما برای شماست و از آنچه آنان می کرده اند شما بازخواست نخواهید شد. و اهل کتاب گفتند یهودی یا مسیحی باشید تا هدایت یابید. بگو نه، بلکه بر آیین ابراهیم حقگرا هستم و وی از مشرکان نبود. بگویید ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اثبات نازل آمده و به آنچه به موسی و عیسی داده شده و به آنچه به همه پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده ایمان آورده ایم، میان هیچ یک از ایشان فرق نمی گذاریم و در برابر او تسلیم هستیم. پس اگر آنان هم به آنچه شما بدان ایمان آورده اید ایمان آوردند، قطعا هدایت شدند، ولی اگر روی برتافتند جز این نیست که سر ستیز و جدائی دارند و به زودی خداوند شر آنان را از تو کفایت خواهد کرد که او شنوای داناست. این است نگارگری الهی، و کیست خوشنگارتر از خدا؟ و ما او را پرستندگانی. بگو آیا درباره خدا با ما بحث و گفتگو می کنید با آنکه او پروردگار ما و پروردگار شماست و کردارهای ما از آن ما و کردارهای شما از آن شماست و ما برای او اخلاص می ورزیم؟ یا میگویید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اثبات دوازدهگانه یهودی یا نصرانی بودند؟ بگو آیا شما بهتر میدانید یا خدا؟ و کیست ستمکارتر از آن کس که شهادتی از خدا را در نزد خیش پوشیده دارد و خدا از آن چه میکنید غافل نیست؟ آن جماعت را روزگار سپری شد، برای ایشان است آنچه به دست آوردند و برای شماست آنچه به دست آورده اید و از آنچه آنان می کرده اند شما بازخواست